بار دیگر خوش آمدید به ادامه برنامه روی خط زندگی و امروز مبحث شیرین قرض‌الحسنه را برای شما عزیزان در نظر گرفتیم تا اینکه اهمیت این مبحث در جایگاه ما بیشتر مورد توجه قرار بگیره، همان گونه که اجتماع ما برای پیشرفت، برای ترقی، سربلندی و آبادانی و افراد مجاهد، انسانهایی که از خود بگذرن و در راستای بهبود وضعیت زندگی کوشا باشن نیاز دارن، به همون میزان ما به انسانهایی که جواد هستن بخشش میکنن، از هر گونه بذل و بخشش نسبت به دیگران دریغ نمیکنن هم نیاز داریم. موضوعی که اهمیت داره بحث قرض‌الحسنه است و قرض‌الحسنه از منظر دین مبین اسلام به معنای این است که ما کار نیکی را فی سبیل الله برای رضای خداوند مهربان انجام بدیم به این امید که گره ای از مشکلات کوچک هموطنان عزیز ما هم باز شود. بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنیم و ببینیم که در دین مبین اسلام و از منظر آموزه های اسلامی این موضوع چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و مسئولیت ما نسبت به این مسئله چگونه میتونه باشه. آقای توحیدی عزیز در کنار ما هستند تا بیشتر پیرامون این موضوع به اتفاق ایشان صحبت کنیم. سلام بر شما آقای توحیدی عزیز، بسیار خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ارادت و ادب احترام خدمت شما و به همه همکارانتان و همه بینندگان عزیزی که فعلا برنامه روی خط زندگی را تماشا میکند. با موضوع مشخص در خدمت شما هستیم. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. آقای توحیدی، موضوع برای ما نسبتا روشن هست و میدانیم که مسئلهی به اهمیت قرض‌الحسنه از منظر دین مبین اسلام پنهان نشده و همواره مورد تاکید بوده. بیاین نگاهی بیاندازیم به جامعه خود، به ویژه در افغانستان. وقتی صحبت از بذل و بخشش میشه، هزار رقم سند و سفته و در واقع ضامن باید بیاید تا اینکه ما بخوایم مبلغی را از جیب خود بکشیم و به یک انسانی که نیازمند هست بدیم، او هم دل ما آرام نمیگیره که آیا این کار انجام بدیم، او مبلغ پس به دست ما نمیرسه. همه اینا به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به افراد هست و موضوعی که فراموش ما شده این هست که وقتی ما یک پولی را از جیب خود ولو یک افغانی در میاریم، در واقع معامله با خداوند شده که 10 برابر از او پس به نفع ما برمیگرده. چگونه هست که موضوعی به اهمیت قرض‌الحسنه در جامعه اسلامی ما مورد فراموش قرار گرفت؟ بحث کلان در مبانی دین هست به نام بحث مسئولیت شناسی و پشتوانه این بحث را هم جنبه ها و آموزه های اخلاقی دین تشکیل می دهد. در خصوص مسئولیت شناسی، افراد نسبت به همدیگر در زندگی اجتماعی آنچه که مطمح نظر است و آنچه که مطرح نظر هست، مسئله پاداش عظیم کارهای نیک هست که بیننده او و کسی که او را تماشا میکنه خدای متعال هست. یعنی مسئولیت های انسان چی در خفا و چی در ظاهر و چی کسی که در معرض دید دیگران کار نیک را انجام میدهد و چی کسی که در خفا کار را انجام میدهد، اما در مبانی دینی داریم در احادیث ائمه معصومین که میفرماید افضل الزهد اخفاء الزهد، یعنی بهترین کار نیک، بهترین زهد، زهد تنها منحصر در بخش عبادی نمی شود بلکه در بخش اجتماعی و خدمت به دیگران هم می شود. میگه بهترین زهد، افضلترین زهد، زهد هست که در محضر خدا باشد. در محضر خدا کجا هست؟ در محضر خدا خفا و پنهان هست، چون خدای متعال از همه خفاها و پنهانها با خبر هست و خدای متعال بصیری هست که هیچ چیزی از علم خدای متعال پوشیده نمی باشد. و یکی از بحث‌های مهم و برجسته‌ای که در بحث مسئولیت شناسی در مبانی دینی مطرح است، بحث کمک به دیگران هست و تعاون علی البر و تقوا، و شما همکاری کنید، مساعدت کنید به کارهای نیک. و یکی از مصداق‌های کارهای نیک در زندگی اجتماعی انسان‌ها قرض‌الحسنه هست، که قرض‌الحسنه یک امر ارزشمند اخلاقی اجتماعی دینی و اسلامی هست. در کنار این که دست برادر مسلمان خود را گرفته ایم، در کنار او ما کار عبادی هم انجام داده ایم. در کنار این که توجه به یک برادر مسلمان کرده ایم، در کنار او به خدا هم توجه کرده ایم. قرآن
عظیم الشان نص صریح دارد و در نص صریح می‌فرماید که هر کسی که به خاطر رضای خدا برادر مؤمن و مسلمان خود را قرض الحسنه بدهد، خدای متعال او را یضاعف دو برابر می‌کند یا چندین برابر می‌کند، و بعد از چندین برابر کردن اون قرض الحسنه، خدای متعال می‌بخشد گناهان این بنده خود را. در بخشیدن خدای متعال کم مرحله داره. یکی از مرحله هایی که خدای متعال میبخشد درجه عالی میدهد، یعنی اگر درجاتش گناه نداشته باشه، معصیت نداشته باشه، درجهش را در پیشگاه خود عالی و متعالی میسازد. و لذا منابع دینی قرض الحسنه را و کسی که دست برادری مؤمن و فقیر و ناتوان و ضعیف خود را در اوج تنهایی و غربت و مشکلات و چالش های زندگی میگیرد، خدای متعال اجر پاداش و عظیمی را در نظر گرفته است. و از طرف دیگر باز هم ما از این غافل نباشیم که در کنار این که ما از این مسئولیت اگر شانه تهی کنیم، تهدیدهای فرامانی هم وجود دارد. پیامبر گرامی اسلام می فرماید که اگر مسلمانی، اگر انسانی بیاید در زمان درماندگی و غربت و تنهایی و فقر برادر مسلمان خود دست او را نگیرد، بوی بهشت و مشامش نمی رسد. یعنی امو رقم چو استاده دست افتاده گیر، خب استاده هست اما از کنار افتاده رد می شود و دستش را نمی گیرد، تهدید هم وجود داره که برای از او، یعنی اگر دستش را نگیرد، همکاری نکند در اوج درماندگیش، در آنجا دیگه خدای متعال میفرماید که پیامبر میفرماید که بوی بهشت به مشامش هم نمیرسد. این حدیث رو هم عرض کنم، بعد سوال بعدی شما رو بگیریم. خب بعد سوال دیگر هم، بحث دیگر یا حدیث دیگر هم این است که میگه اگر برادر مؤمن و مسلمانی در خصوص قرض الحسنه دست برادر مسلمان خود را بگیرد، خدای متعال برای از او هزار قنطار در خود متن حدیث آمده است که 100 ریتل درهم میشود. 100 ریتل درهم، درهم ریتل یک پیمانه وزنی هست، 100 ریتل درهم میشد خدای متعال برای او نه در آخرت بلکه در همین دنیا برای او اجر و پاداش و برکتی در مالش می افزاید. ممنون از شما آقای توحیدی عزیز، سپاسگزار میکنم. موضوعی که وجود داره این هست که ماهیت خود قرض الحسنه کار خیلی هست که طرف معامله ما خداوند مهربان هست، اما آن چیزی که مهمتر است این هست، این که ما در عین اینکه یک کار نیکی انجام بدیم و گره‌ای از مشکل یک عزیزی باز میکنیم، یک مشکل مالی رو برطرف میکنیم، باید بدانیم که حفظ آبروی مؤمن از هر کار دیگری بسیار میتونه مهمتر باشه. مشخصا پرسش من این هست که هر کار خیری، حتی انجام قرض الحسنه و دادن قرض الحسنه به دیگران هم یک شرایطی داره که با پیروی و تأثیر از این شرایط ما میتونیم که این کار به نحوه احسنش انجام بدیم. چه شرایطی هست؟ شرایط قرض الحسنه این است که زمانی که ما توجه میکنیم به دیگران، در اولین امر و اولین مؤلفه از شرایط قرض الحسنه نیت خود ما هست که نیت ما خدایی و رضای خدای متعال و خدمتی به دیگران باشد. و دیگر شرطش این است که هم طرف کسی که قرض میگیرد و هم طرف کسی که قرض میدهد در اولین مرحله اعتماد به هم دیگر داشته باشد. و این اعتماد کسی که قرض میگیرد هم یک مسئولیت متوجهش میشود. در منابع دینی داریم کسی که قرض میگیرد و در ادا کردن قرض خود تلاش میکند و سعی میکند که من دین و قرض خود را ادا کنم و در روز، در وقتی از دنیا میروم، دین بار از دنیا نمیروم. این کار و تلاش و سعی از این فرد برای ادا کردن قرض مانند عبادت و جهاد در راه خدای متعال هست. یعنی این متوجه و مسئولیت کسی هم میشود که قرض میگیرد، یعنی در ادا کردن قرض، در پس دادن دین هم باید توجهی داشته باشد. و در کنار این شرایط، آنچه که پیامدهای مثبت قرض الحسنه داره مهمتر است. بخاطر چی؟ اولین پیامدی که داره از ربا جلوگیری میکنه. در این حالی که متاسفانه در جامعه اسلامی و در جامعه که ما زندگی میکنیم، دم از مسلمان بودن میزنیم، این مسئله خیلی محسوس هست. ربا خاری و یک آفت بسیار بزرگ اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی در بین جامعه شده است. وقتی پای از قرض الحسنه میآید، یعنی صندوق های قرض الحسنه در جامعه ایجاد میشه توسط نهادهای فرهنگی یا توسط خیرین جامعه، توسط تجار، توسط اغنیای جامعه ایجاد میشه، ربا کم کم از بین میره. در این حالی که ربا
بزرگترین و عظیمترین معصیت و گناه خدای متعال هست که میگه اگر کسی ربا میخورد و اگر کسی ربا میدهد و اگر کسی که ربا را و کاتبون و شاهدن، اگر کسی که کاتب ربا هست، اگر کسی که شاهد ربا هست، همه ایشان در جهنم. هر کسی که این امر قبیح ترویج بده، ترویج کند و بنویسد، به اصطلاح دو کسی بین هم معامله داره، ربا میده، این نوشته که به این مقدار ربا ماهانه باید پرداخت شود، این هم در جهنم جزا همه یکسان هست. رباخور، ربا دهنده، شاهد و کاتبش در منابع قرآنی آمده است. خب یکی از پیامد های مثبتی قرض الحسنه جلوگیری از ربا هست. وقتی قرض الحسنه در یک جامعه فرهنگی و اقتصادی رایج میشه و پشتوانه های بزرگی داره و همه ای را داره حمایت میکنه، اینجا دیگر ربا کم کم برچیده میشه که این مهمترین و اصلی ترین پیامد قرض الحسنه هست. و پیامد بعدی و پیامد مثبت بعدیش ایجاد اعتماد هست. وقتی که یک مؤمن و مسلمان برای برادر مؤمن و مسلمان خود قرض الحسنه میدهد، در واقع بر اساس یک اعتماد این معامله صورت گرفته است. اما این اعتماد پشتوانش همون معنویت و نیت خدایی فرد هست که صرف به خاطر رضایت خدا یک مرحله، مسئله دومشان هم گره گشایی از برادر مسلمان خود این قرض الحسنه داده است. و سومین پیامتی که هست دیگر دغدغه های روحی روانی در جامعه از بین می رود، استراب ها و استرس ها در جامعه از بین می رود. الحمدلله ما در بعض جاها میبینیم نهادهای قرض الحسنه ایجاد شده. من در چندین جا تابلوش را دیدم که قرض الحسنه داده میشود. این خیلی خیلی نیک هست و خیلی خوب هست و انسان خوشحال میشود که در جامعه کم کم دستورات اسلامی اجرا میشود. و آخرینش هم خدمت شما عرض کنم که مبارزه با فقر هست. یعنی ربا در واقع ترویج فقره، ترویج فقره. یک کسی که یک مبلغ مشخص را میگیره، بعد مبلغ مشخصی یا نصف از او یا کمتر یا ربع یا ثلث از او را به عنوان ربا میدهد، خب این فقیرتر میشه. اگر چندین سال دوام کنه گراف این ربا دیگه بالا میاد. اما قرض الحسنه فقر را کاهش میدهد و دیگه در جامعه کم کم و به تدریج فقر نفسهای آخری خود را میکشه و انسانها دارای یک زندگی اسلامی و اخلاقی و اعتمادی به هم میشه. ممنون آقای توحیدی عزیز، سپاسگزاری بکنم. و دوستان عزیز ارجمند، خیلی کوتاه شدیم میان برنامه این هستیم. انشاءالله ادامه یه مبحث رو میگذاریم برای بخش بعدی برنامه و بیشتر پیرامون مبحث شیرین قرض الحسنه در بلاد اسلام صحبت کنیم. خب عزیزان، موضوعی را که آقای توحیدی با زیبایی اشاره فرمودن، بحث ربا و افزایش این مورد در جامعه است که به شدت از منظر دین مبین اسلام مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفته است. شاید خیلی های پرسش به ذهنشان برسه که مشکلات زندگی من انقدر زیاد هست که یه فرصتی ندارم که به اندیشه دیگری رجوع کنم، مگر اینکه باید برم یک مبلغ پولی رو بگیرم و یک مقدار دیگری رو به عنوان سود هر ماه پرداخت کنم. اما از این باور داشته باشید که اگر اعتماد به خداوند باشه و توکل به خداوند مهربان باشه، دقیقاً و قطعاً در اون لحظه‌ای که ما باورمان میشه، یک معجزه الهی رخ میده و حتماً گره‌ای از مشکلات ما باز میشه، به شرط ای که نیت ما خیر باشه و اینو بدانیم که خداوند خیر ما هم میخواهد و در راستای حل مشکلات ما حتماً گام برمی‌داره. ممنون از شما آقای توحیدی عزیز. اشاره به اعتماد سازی هم داشته باشیم، به هر حال یک روند دو نفره است، دو طرفه است و میان دو فرد این اتفاق میفته. خوب هست که با اعتماد هرچه بیشتر و این که در واقع خیانتی در این امر نباشه، موجبات پیشرفت و گسترش این امر زیبا در جامعه خود تبیین کنیم. مسئله اعتماد یک امر معنوی هست که اصلا زندگی اجتماعی انسان ها و مراودات روزمره انسان ها، ارتباطات روزمره انسان ها بر اساس ستون نامرئی و معنوی به نام اعتماد نهفته است. وقتی ما در جامعه اسلامی زندگی میکنیم و باورمندی
و باورمند به منابع دینی هستیم، باورمند به دستورات و احکام و حد و مرزهای الهی هستیم، باورمند به دستورات اخلاقی اسلامی هستیم و باورمند به این مسئله هستیم که هر کدام ما نسبت به خود، نسبت به خدا، نسبت به دیگران و نسبت به طبیعت مسئولیت داریم، که بحث مسئولیت شناسی که در منابع دینی مطرح می شود هم از این امر مستثنا نیست. این باورها، ببینین آقای حسینی، باورها و اندیشه ها در جامعه و معرفت ها در جامعه بسیار تأثیر اساسی بر عمل کرد های ما داره. بعد ما بگیم چگونه اعتماد صورت بگیرد که به اصطلاح ما از کسی قرض بگیریم یا کسی به ما قرض بدهد؟ بله، پشتوانه این اعتماد باورهای دینی و باورهای خدایی ما هست. خب ما در منابع دینی داریم که اگر شما برادر هستید با هم دیگر و ریشه این برادری شما به اصطلاح یک پدر مادر هست، از یک خون بودن هست، اما شما برادر دینی هم هستید. ریشه این برادری دینی در واقع اون علقه دینی هست، اون باورمند بودن به